این بار میخوایم یک تقویت کننده امیتر مشترک رو با دستورش سپایس پاسخ فرکانسیش رو به دست بیاریم و همچنین روی پاسخ ترانزینت اون یک بررسی انجام بدیم. خب برای نوشتن کودها همونطور که میبینید توی این مدار از المان هایی مثل مقاومت خازن استفاده شده که نوشتن اونها مثل قبل یک عنصر دو سره که ابتدا سر مثبت و سپس سر منفی رو می نویسیم که برای مقاومت این موضوع اهمیتی نداره که بنویسید RS بین نود 2-1 چه بنویسید بین 1-2. خب VS منبع ولتاژ همونطور که می بینید سر مثبتش 1 سر منفی 0 بین این دو نود قرار داره. AC میزان ACش 1 ولت و سینوسی هست با این میزان. در صورتی که بخوایم پاسخ ترانزینت رو ببینیم لزوم هست به نوشتن این ولتاژ سینوسی که دارید میبینید، ولی اگر صرفاً پاسخ فرکانسی مد نظرمون بود نیازی به نوشتن سینوس صرف 2/10 کیلوهرتز نبود. VCC بین 10 قرار داره و 0. 0 میشه نود گرانده. R1 10 3 میزانش 22 کیلو و سایر المان ها هم به همین ترتیب نامگذاری میشن. تنها نکته ترانزیستور Q1 2/22 هستش. برای نوشتن یک عنصر سه سر مثل ترانزیستور از کلکتور شروع میکنیم، بیس، امیتر. اگه که به جای ترانزیستور از مصفت استفاده کرده بودیم از درین شروع میکردیم، بعد گیت، بعد سورس. اینجا مثلا مینویسیم 4 3 5 مینویسیم Q1 بین نود 4 3 5 قرار داره و بعد از اون مدل Q1 رو بیان میکنیم که اینجا 2N2222 مدل بوده. خب مدل رو همونطور که میبینید پس از اینکه المان های مدار جایگاهشون مشخص شدن تعریف میکنیم. dot model Q2N2222 دقیقا همون نامی هست که پس از معرفی گره ها نوشته شده. نوع ترانزیستور از نوع NPN هست و یک سری از پارامترها بیان شده که این پارامترهایی هستن که توسط کارخونه به ما داده میشن. یعنی لزومی به این که مدل رو ما خودمون بنویسیم نیست. مدل ها رو از روش های مختلفی میتونیم به دست بیاریم. برای مثال میخواییم مدل ترانزیستور 2222 رو به دست بیاریم. خب جستجو میکنیم 2N2222 SPICE model. centralsemi.com یکی از سایت هایی که عموما من دیدم مدل های BJT رو خوب داره. در صورتی که مدل 2N2222 یک دیسکریپشنی براش نوشته 800 میلی آمپر NPN هستش، پکیجش الان تا 75 ولت هم بتونه تحمل کنه. اسپایس مدل همونطور که میبینید مدل اسپایس رو داره در اختیار من قرار میده. مدل اسپایس از اینجا شروع میشه و تا اینجا، یعنی تنها جایی که نیاز هست در برنامه پیست زده بشه همین قسمت هست. میگیم که IS این میزان NF و تبایین تمام. خب این یک روش. روش دیگه استفاده از مثلا نرم افزاری مثل PSPICE هست، محیط کپچر. خب اینجا
2022 بود، حالا بذارید که یک ترانزیستور دیگر انتخاب کنیم، مثلا BC547. ترانزیستور BC547 در صورتی که بخوایم مدل اسپایس این ترانزیستور رو ببینیم، رایت کلیک کنیم Edit PSPICE Model. خب تو مدل PSPICE همونطور که دارید مشاهده میکنید پایین صفحه مدل رو در اختیار من قرار میده. این مدل ترانزیستور BC547 است و حالا میتونیم ترانزیستورهای دیگه رو هم انتخاب کنیم در صورتی که موجود بودن و ازشون استفاده بکنیم. روش ساختن مدل تو نرم افزار PSPICE یا همون HSPICE هم همین گونه است، یعنی میتونیم به راحتی مدل ها رو از همین طریق اضافه کنیم، مسلما ممکنه از ترانزیستور استفاده کنیم که موجود نباشه. خب اجازه بدید باز کردیم به نرم افزار کدمون تا ببینیم چه خبر. خب پس تعریف المان ها رو انجام دادیم، ترانزیستور، خازن ها، خازن امیتر بین فلان نوت، مقدار 50 میکروفاراد، RL 100 کیلو اوم و میرسیم سراغ تحلیل ها. ابتدا در نرم افزار HSPICE خط هایی که با استار استریک شروع میشند به عنوان کامنت محسوب میشن، این خط ها قرار نیست توسط نرم افزار در نظر گرفته بشن. این خط هایی که استار هست اولش به کامنتیه میتونیم ازشون استفاده کنیم. خب در قسمت انالیسیس هیچ اهمیتی هم راستی نداره ترتیبش، میتونیم این انالیسیس رو ابتدای برنامه بنویسیم. نوشته تحلیل تحلیل ایسیه، چون که تحلیل تحلیل ایسی هست برنامه میگرده دنبال منبعی که در اون ایسی به کار بردیم. در صورتی که تحلیل تحلیل ایسی باشه و منبعی نداشته باشیم که به این نحو ایسی نوشته باشه، تحلیل انجام نمیشه، برنامه ارور میده. یعنی منبعی که میخواد ازش استفاده بکنه برای اینکه پاسخ فرکانسی رو به دست بیاره، فرکانس این منبع رو مرتبا میخواد تغییر بده و با توجه به خروجی پاسخ فرکانسی رو به دست بیاره. خب گفته که .acd دیکید در هر دیکیدی 5 تا از 10 هرتز شروع کن بره 10 مگاهرتز. شد یک تحلیلمون. تحلیل بعدی ترانزینت هست، گاممون 1000 میلی ثانیه و تا 2 میلی ثانیه هم ادامه داریم. خب یک سری ویو ریزالت داریم که این ویو ریزالت ها در فایل این اطلاعات رو به ما نشون میده. حالا وقتی که شبیه سازی کردیم این قضیه رو هم میبینیم که گفته که AC باشه، دوباره گفته پلاتمون ترانزینت باشه که نود V2 رو به من نشون بده و V5 رو. خب برم تحلیل اسپایس رو انجام بدم. ابتدا سیف کنیم فایلمون رو. Edit LL. پلاتی که استفاده شده بود در لاین شماره 27 همین، همونطور که میبینید پاسخ فرکانسی رو داره به ما نشون میده. یکی از اونها با حرف A هست، یکی با حرف B. همونطور که میبینید یک فیلتر میانگذر و دو نودی هم که در حالت ترانزینت بودند
اینجا رسم شده. اجازه بدید در نظر سیوسکوپ رو باز کنیم که اینجا بتونیم نتایج رو بهتر ببینیم. میدونید که یک دات AC صفر به علت وجود تحلیل AC و دات TR صفر به علت وجود تحلیل ترانزینت برامو ساخته. خب ببینیم که نود ورودیمون V3، ولتاژ نود 3 و نود خروجیمون، البته سطح DC داره، بذارید ولتاژ V2 رو بگیریم، V2 سطح DC نداشته باشه و V7. خب اینم که پاکش کنیم، پاک نمیشه. خب همونطور که میبینید یک تقویت کننده امیتر مشترک، همونطور که انتظار داشتیم اینورت کرده و دو برابر میزان امپلیتود افزایش پیدا کرده و میزان فاز قرینه شده.